دو سندی که فوق محرمانه خوانده میشه بر رسانه ها درس کرده، نخست روز جمعه توسط یک شبکه تلگرامی که گفته میشه نزدیک به جمهوری اسلامی ایران هست این اسناد منتشر شد و حالا سر و صداهای زیاد را برپا کرده و اینجا در واشنگتن اف بی آی یا پلیس فدرال آمریکا گفته رسما تحقیقات را در این مورد آغاز کرده. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا هم گفته که از نزدیک همکار اف بی آی است تا این مسئله به صورت همه جانبه با جزئیات مورد تحقیق و بررسی قرار بگیره. جنرال پیتریک رای در سخنگوی پنتاگون در نشست خبری روز سه‌شنبه گفت که هنوز مقامی مشخص اینجا در پنتاگون در پیوند با درز این اسناد محرمانه مورد تحقیق قرار نگرفته، چون قبلا گمانه‌زنی های مطرح شده بود که گویا یک مقام مشخص که ازش اسم هم برده شده بود در رسانه های اجتماعی گویا مورد تحقیق قرار گرفته، اما سخنگوی پنتاگون این مسئله را رد کرد. در کنار این سخنگوی پنتاگون تاکید کرد که لوید آستن وزیر دفاع آمریکا با همتای اسرائیلش در همین مورد مشخص صحبت کرده، اما از جزئیات این صحبت و محتوای این گفتگو ما هنوز جزئیاتی نمیدانیم. پنتاگون جزئیات بیشتر منتشر نکرده و گفته مسئله بسیار حساس است و بگذاریم تا روند تحقیق ادامه پیدا کنه. در این حال البته گمانه‌زنی ها و تحلیل های در رسانه ها مطرح شده، از جمله CNN گزارشی که منتشر کرده گفته که در آغاز FBI قرار هست این رو ارزیابی کنه که چه کسانی به این اسناد محرم دسترسی داشتن. میدانیم که دو نهاد مربوط به پنتاگون یا نهادهای زیر مجموعه پنتاگون در جمع آوری این اسناد دست داشته، یک هم نهاد که مربوط به امنیت ملی است و نهاد دیگری که در واقع هم مربوط به امنیت ملی است اما کارش جمع آوری اطلاعات مکانی هست که بیشتر در واقع تصاویر ماهواره‌های جاسوسی آمریکا را آنالیز میکنه، تحلیل میکنه، جمع آوری میکنه و این اسنادی که درس کرده هم توسط همین دو نهاد جمع آوری و تهیه شده بوده. حالا هنوز جزئیات بیشتری در این مورد که چه کسانی احتمالاً پشت درز این اطلاعات هست وجود نداره، اما این گمانه‌زنی مطرح شده که احتمالاً افراد پشت افشای این اسناد بوده و احتمالاً هک نشده توسط هکرهای اینترنتی. در کنار این واکنش‌های زیاد هم در پی داشته، از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد انتخابات آینده آمریکا گفته که گویا پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا این اسناد را بیرون درز داده یا افشا کرده و همینطور گفته که این گمانه‌زنی را مطرح کرده که گویا اسرائیل دیگر در آینده ممکن است اطلاعات نظامی را با آمریکا شریک نکنه. و در کنار این شماره از نمایندگان کنگره هم ابراز نگرانی کرده و گفته این مسئله جرم است، افشای اطلاعات محرم و باید با مجرمین برخورد جدی صورت بگیرد.